خب یه هفته دیگه اومد و ما قرار شد که هر هفته یه دونه سالاد متفاوت درست بکنیم. این هفته میخوام سالاد پاستا با استیک براتون درست کنم با همون سوسی که سری قبل براتون درست کردم، بیارن سوس با اون میخوایم درستش کنیم که خیلی خیلی خوشمزه میشه. اینو اگه درست بکنیم من فکر کنم مشتری دائمش میشین. درست کردنش هم خیلی ساده هستش، فقط گوشت استیکی لازم داریم که اینو هر جوری که دوست داریم میپزینش، حالا ولدان باشه یا هر جوری که دوست داریم برشته باشه هر جور، و یه سری سبزیجات داریم و پاستا هم که مثل همیشه با آب و نمک میپزیمش، آبکش میکنیم، میذاریم سرد باشه و میذاریم اینجا و همه اینا رو خرد میکنیم و میریزیم داخلش. موادش هم اختیاری هست دیگه، هر جوری که سلیقه‌تون هست و دوست داری میتونین همه چی رو بریزی. من نخود فرنگی، پیازچه، ذرت، فلفل دلمه میخوام استفاده بکنم و همین استیک و سیب زمینی هم که میخوام مثل سری قبل یه ذره نگینی کنم، سرخش کنم یا در واقع گریلش کنم، اونم یکم بهش اضافه کنم که با ترکیب استیک خیلی خوشمزه در میاد و خوب میشه. اگه خواستین سرخش نکنم میتونی از این سیب زمینی کوچیک درست بکنین اینا رو، اونم خوب میشه ترکیبش با این و خیلی خوشمزهش میکنه. خب میریم که شروع کنیم درست کنم. خیارشون هم در زم داره، یه جزء اصلیش هستش. خب من اول مواد خرد کردنی یا سبزیجاتمون رو میخوام خرد بکنم. تو این فاصله هم استیکمون رو میذاریم که آماده بشه توی دستگاه. من ذرت رو اضافه کردم و نخود فرنگی هم که اضافه میکنیم و اون سری هم بهتون گفتم این نخود فرنگی رو اگه میخوایم بگیریم برای سالاد اینا از این نوعش بگیرین، خیلی هم درشتر هم خیلی خوشمزه تر، یه مزه خیلی خوبی میده، پروسس شده است. جای پیاز چه از پیاز قرمز هم خلال شده هم میتونین استفاده کنیم، اون هم خیلی خوب میشه و تنوعش دست خودتون دیگه، هرچی که راحتین و هرچی دوست دارین و دم دستتون هست میتونین با اونا این آمادش بکنیم. میشه کمه رو خوب میکنیم بزنیم داخلش، دلمه هم به همین شکل و از هر رنگش که استفاده کردین مهم نیست، واسه این که شیکتر و مجلسی تر بشه میتونیم از انواع رنگیش هم استفاده بکنیم، قرمز باشه، زرد باشه، بنفشش باشه، نارنجی باشه. هم خورد میکنیم و میریزیم داخلش. حالا میریم سر وقت خیارشور مواد رو به این شکل کردم. خب مواد خورد کردنی و سبزیجات ما تموم شد، میتونیم بذارمش کنیم. اگر زیتون هم یه موقع هم داشتین اونم بریزیم، خیلی خوشمزهش میکنیم. میریم سر وقت استیکمه که اینو دوباره شما از این ادویه میزنم، مخصوص استیک فلفل و سیر و مثل سبزیجات و اینجور چیزا پاتی پاتی به توش داره، این برونورش رو بهش میزنم، این مالا من میزنمش که درست بشه، خیلی خوشمزهش میکنه. شما یکم خونابه دارم، این خونابه هاش میخوام بگیرم. دانش روی دست ما این نکته هم بهتون بگم، هر زمان که شما دست به گوش میزنیم یا کاری میخواییم بکنیم حتما دستتون با آب و صابون بشوییم و بعد دوباره بیاین و این چیزها ادویه‌هاتون رو ورداریم. میخواییم که وقتی دستتون آلوده میشه و دوباره با همون دست اینا رو ورمیدارین، آلودگی رو منتقل میکنیم به این سری، بعد بخواییم ورداریم یک کس دیگه ورداره دستش کثیف میشه، حتما دستتون رو بشوییم، حتی شده دو بار یا سه بار
که برین و بیان اینا تا غذات آماده بشه این کار رو انجام بدید. خب من یه ذره روغن روی میمالم که خوش نشه توی گیره، این رو هم میخوام خوب درستش بکنم، نمیخوام در واقع مثل حالت استک روزه خام بمونه مغزش. و این عدیه رو میزنیم و ماساژ میدیم، چون تو خودش هم نمک داره، من دیگه نمک اضافه نمی کنم، همه شو کامل داره دیگه توشه. من دیده بودم تو اینستاگرام و اینا اصلا غذایی چیزی درست میکنم، مرغ و اینا، طرف اینو من مرغا رو خورد میکرد و با همون دستش هم برمیداش روغم میریخت، نمیدم هدیه رو تو برمیداش شیشه هاش رو دوباره میبست میذاش سر جاش، کار نکن دیگه به صحبت کاری میشه. این هم یادم رفت بگم، خیلی هم میپرسن که چیزایی که درست میکنم قیمتاش رو اینجا بگیم که میخوام مقایسه کنم با ایران. این تیکه استیک که من گرفتم تقریبا حدود 450 گرمه و قیمتش حدود 8 پوند و خورده ای در میاد که اینجا به نسبت گرونه، چون اینجا ما گوشت و گوشت گاو 1 کیلوشو میخواییم تقریبا حدود 9 پوند و خورده ای، ولی اونجا 7 و خورده ای بود، 8 تا بود، حالا اینم گرون شده و اینقدر در میاد. خب این البته استیک دیگه، خیلی تورتر و چیزتره، ولی گوش قیمتش اینه تو اینجا. حداقل دستمزدم در انگلیس 11.50 هستش، یعنی کارگر یک ساعت کار میکنه میتونه بدون گوشت استیکی اینقدری بخره و مثل مخلفات رو قشنگ بگیر و بخور و درستش کنه بیرم. خب این آماده است، من منتظر میشم که گریلم آماده بشه. گریلم هم که اینجا قبلا فیلمش رو براتون گذاشته بودم که طرز کارش و اینا رو اگه میخواین بخرین یا میخواین استفاده کنه بلد نیستی میتونین فیلم های قبلی رو ببینید، لینک همه رو براتون رو زیر براتون میذارم که استفاده کنید. خب به این سنگانی دو تش کردم که جا باشه. یه بوده 10 دقیقه دیگه آماده است، گوشته ما آماده شد و اینا رو شروع میکنیم به خرد کردن که این توی سالادمون بریزیم. سایزش هر اندازه که خودتون دوست دارین دیگه، من میخوام تقریبا نگینی خردش بکنم. به این شکل همه رو اینقدر هم خورد میکنیم و میریزیم داخل سالادمون، البته وقتی که سرد شد. گوشتمون به این شکل در اومد و این هم اضافه میکنیم به سالادمون و صبر میکنیم که سیب زمینیمون آماده بشه. تو این فاصله هم میریم پاستامون رو شروع میکنیم به پختن و آماده کردن. خب ما کارنیمون هم ما پختیم و آماده شد و حالا کاری که میکنیم سوسمون رو میریزیم روی این مقدارشو. بیارن سوس تنها سوسیه که میشه گرمش هم کرد، در واقع اینو گرم سرو میکنه، سردش هم میتونین چیز کنیم ولی مزه گرمش خیلی بهتره، چون توش پوره کره است و قشنگ طعمش آزاد میشه. این پاستا که گرمه من بهش اضافه میکنم که قشنگ این بره تو خورده این مزهش. بقیهش رو به سالادمون اضافه میکنیم. خب این آماده هست، اینو ما میذاریم حالا کنار تا خنک بشه، دیگه مزه دارم شد عالی. این سر وقت سالاد رو من سیب زمینی هارم که تنوری کرده بودم بهش اضافه کردم و این دیگه آماده است. بقیه سس رو من به این اضافه میکنم. اگه سوستون کم اومد میتونه از مایونز استفاده بکنیم براش، همون سوسی بودش که ما دیروز درست کردیم، چون مزهش تقریبا مثل مایونز تر مزه اونو داره، خیلی خوشمزه تر و
بهتر. در همین اگه خواستیم بیشتر روی سس بزنم و این مقدار سستون کم بود مایونز بزنم. یه بار درست بکنم فکر نمیکنم دیگه ولش کنم، حداقل ماهی یه بار این درست بکنم. خیلی خوشمزه است. با پاستا رو من اضافه کردم و حالا اینو قشنگ تم میزنیم. دیگه اومده است. سوسش البته کمه چون سوس کم میریزه. شما اگه خواستین خیلی بیشتر میتونین سوس اضافه بکنید. خب از یه سالاد جدید